کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی ملکه ایران، قسمت 32. در نظر برخی از وزرا و مشاورین پادشاه، جشن هنر شیراز نشانی از علاقه من به ایجاد یک فضای باز بود. بدین ترتیب اسدالله علم وزیر دربار که به فرهنگ و هوش او ارج می نهادم، در خاطرات خود به عقاید لیبرال نابجای من ایراد گرفته است. خیلی ها خواستند که میان جریانات فکری من و پادشاه اختلافی بیابند. در حقیقت ما در مسائل اساسی هیچ گونه اختلافی نداشتیم. او معتقد بود که پیشرفت اقتصادی ایران هنوز به حدی نرسیده که بتواند جوابگوی آزادی کامل در جامعه به سبک غربی باشد. او می گفت مملکت هنوز نیازمند یک دهه ثبات است. آیا مایلم پسرم به نوعی دیگر سلطنت کند؟ او امیدوار بود کشوری برای فرزندش به جای گذارد که آمادگی کامل برای دموکراسی داشته باشد. ما در این باره غالبا صحبت می کردیم و من می دانستم که او چه شتابی برای تحقق بخشیدن به تحولات دارد و چگونه برای داشتن زمانی بیشتر با عقربه های ساعت مبارزه می کند و به همین جهت هنگامی که در داخل و خارج درباره نبود آزادی سیاسی و افکار صحبت می شد رنج می بردم. چنین تهمت هایی به پادشاه ناروا بود. برای اینکه فرانسه بعد از انقلاب 1789 و یا ایالات متحده آمریکا وارد مرحله دموکراسی شوند، حدود یک قرن لازم بود. در حالی که از ایران توقع داشتند که بدون گذشتن از یک مرحله انتقالی از قرون وسطا به دموکراسی امروزی اروپا برسند. در چنین وضعی به نظر می رسید که وظیفه من آن است که میان انتظارات گروهی از مردم و پادشاه نقش سفیر حسن نیت را ایفا نمایم. من به درستی تصمیمات پادشاه اعتقاد داشتم و سرسختی و پشتکار او را تحسین می کردم، ولی در این حال دلزدگی بخشی از روشنفکران و رجال سیاسی و دلسردی آنها را در برابر عقیدهی که به ضرورت آن پی نمی بردند نیز درک می کردم. مردم که به روحیه و طرز کار من آشنا بودند، در نوشتن نامه و یا تقاضای ملاقات تردید نمی کردند. آنها گاه هنرمندانی بودند که در شیراز با آنها برخورده بودم و یا استادان و دانشجویان. آنها مطالبی علیه سلطنت نوشته بودند یا در تظاهرات شرکت کرده بودند و با دستگاه‌های امنیتی درگیری داشتند. من به موضوع رسیدگی می کردم و در صورت لزوم از پادشاه کمک می خواستم و او معمولاً با تقاضای من موافقت می کرد و گاهی نیز شخصاً اقدام می کردم و در غالب موارد موفق به آزاد کردن شخص مورد نظر می شدم. مأمورین بعضی اوقات بیش از حد لزوم سخت می گرفتند و این امری است که در اکثر کشورهای در حال توسعه که هر کس مایل است از قدرت محدود خود بیشترین استفاده را بکند روی می دهد. در نتیجه این افراد به جای خدمت علیه رژیم عمل می کردند. به طور مثال وقتی برای افتتاح یک گالری نقاشی می رفتم، مامورین ساواک آنچنان دردسری ایجاد می کردند که فردای آن روز بیشتر درباره عمل آنها صحبت می شد تا افتتاح گالری. این مامورین فهرست اسامی مدعوین را قبلاً می خواستند که طبعاً در اختیارشان گذاشته می شد. اما در روز موعود یکی از مدعوین را بازداشت می کردند و یا مانع ورودش می شدند. این کار آنها مرا در وضعی بسیار ناخوشایند قرار می داد. من به آنها می گفتم شما که فهرست اسامی رو دیده بودین، اعتراض نکرده بودین، حالا که این آدم به اینجا اومده به بهانه اینکه درباره دولت چنین و چنان نوشته براش دردسر درست می کنین. باید توجه داشته باشین که با این طرز عمل کرد او رو در عقایدش راسختر می کنین. آنها در پاسخ معذرت می‌خواستند و ادعا می‌کردند که او را به جای شخص دیگری گرفتند، اما آنچه که نباید اتفاق افتاده بود. مأمورین شهربانی گاهی اوقات بدون توجه لازم عمل می‌کردند.
به خاطر دارم که در آغاز سالهای 50 زنده رودی نقاش ایرانی که شهرت بسیار داشت و در آمریکا زندگی می کرد برای نمایشگاه نقاشیش به تهران آمده بود. او همانند بسیاری از هنرمندان غربی آن زمان موهایی بلند داشت. تنها به همین بهانه او را در خیابان بازداشت کرده سرش را تراشیدند. این کار آنها مرا دیوانه کرد و درباره آن با پادشاه صحبت کردم. او دستور داد مسئول این کار توهین‌آمیز را از کار برکنار کنند. یک بار دیگر از بازداشت رئیس شرکتی که چند روز پیش همراه با رؤسای شرکت‌های دیگر در کاخ پذیرفته بودم با خبر شدم. او با صراحت بسیار درباره مشکلات و خصوصاً دستورالعمل ناپسند یکی از وزرا با من صحبت کرده بود. این اتفاق در دوره‌ای رخ داد که دولت برای کنترل افزایش قیمت‌ها گروهی از دانشجویان را برای نظارت بازرگانان و اصناف به بازار فرستاده بود. این رئیس شرکت که مورد احترام همه بازاریان بود برای من توضیح داده بود که تا چه اندازه این عمل موجبات ناراحتی بازرگانان را فراهم کرده، آن را توهین به خود تلقی کرده بودند. من حرف او را پذیرفته از او تشکر کردم. روز بعد مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، به طوری که تصور می رفت من آزادی بیان او را محکوم کردم. من بسیار عصبانی و شرمنده شده بودم و این مطلب را به پادشاه گفتم. این غیر قابل قبوله. یه ایرونی به خونه ما میاد، با من چای میخوره، درد دل میکنه، روز بعد مامورین ساواک اون رو بازداشت میکنن. این کار خیلی زشته. من این افراد رو میپذیرم برای اینکه بعداً با شما صحبت کنم، کار شما رو سبک کنم. این غیر قابل تحمله که اونها از پیش ما نرفته گرفتاری پیدا کنن. پادشاه طبعاً فوراً امر به آزادی او داد، اما این بار نیز کاری که نمیبایست انجام شده بود. دستگاه اداری هم دست کمی از دستگاه امنیتی نداشت. بدین ترتیب که وزارت اطلاعات گمان برد با جلوگیری از انتشار یک مقاله به بهانه کاربرد بیانی خودمانی درباره خانواده سلطنتی کار درستی انجام می‌دهد. خانم خبرنگاری با دختر ما فرهناز مصاحبه‌ای انجام داده بود و بدیهی است که فرهناز در صحبت خود از اصطلاح بابا و مامان استفاده کرده بود و برادرش را نیز بدون ذکر عناوین به نام خوانده بود. خوشبختانه خبرنگار مادر مرا می شناخت و به او تلفن کرده بود. ما در آن زمان در یک سفر رسمی در خارج به سر می بردیم. مادرم توانست با همسرم تماس بگیرد. او که از این کارهای احمقانه عمیقاً ناراحت می شد، از رئیس دفتر خود خواست فوراً با مسئولین وزارتخانه تماس بگیرد و از آنها بخواهد از روزنامه نگار پوزش بخواهند. ما یقین داشتیم که این نوع رفتارها با باز شدن ایران به سوی جهان اندک اندک رو به کاهش خواهد رفت. فعلا می بایستی بدون رنجاندن این و آن به دادن توضیحات اکتفا کرد. یک روز صبح استاندار یکی از ولایات به من تلفن کرد. اولیا حضرتا، ساکنین یکی از دهکده‌های ما میخوان حموم عمومی کوچکی رو افتتاح کنن، مایلن نام پادشاه رو روی این حموم بذارن. به نظر من این کار درستی نیست. من با او کاملا موافق بودم. واقعا مسخره بود. یک سد یا یک میدان عمومی شاید. تازه در این مورد هم با زیاده روی موافق نبودم. اما یک حمام عمومی به نظرم به کلی نامناسب بود. من نمیدانم استاندار چگونه این مسئله را حل و نام دیگری برای حمام پیشنهاد کرده بود، اما این مانع از آن نشد که چند هفته بعد گزارشی به دفتر همسرم رسید که در آن ساواک سوء زن خود را نسبت به استانداری که مانع گذاشتن نام پادشاه بر یک حمام عمومی شده بود ابراز کند. استاندار بیچاره گرفتاری هایی پیدا کرده بود که همسرم وقت بسیار برای جبران آن صرف کرد. پادشاه سعی کرد موضوع را با خنده برگزار کند، اما در حقیقت او نیز مانند من ناراحت شده بود. نتایج چنین رفتارهایی به حیثیت سلطنت لطمه می زد. روزنامه نگاران به زحمت می توانستند خود را از این محیطی که به خاطر سختگیری های بی جای بعضی مامورین وزارت اطلاعات ایجاد شده بود رها کنند. هنگام سفرهایم به ولایات و یا افتتاح مؤسسات
از فرصت استفاده می کردم و به آنها می گفتم عکس منو مدام چاپ نکنین. ما برای افتتاح یک بیمارستان جدید اومدیم اینجا. به جای صحبت از من درباره بیمارستان بنویسین. این مطلب برای مردم جالب تره. اونها برای شناختن من نیازی به نوشته های شما ندارن. بذارین خودشون در مورد من قضاوت کنن. در نصب عکس های همسرم در همه مکان ها نیز افراط می شد. البته نصب تمثال او در مؤسسات دولتی قابل قبول بود، ولی نه در جاهای دیگر. من در این باره با او صحبت کرده بودم و او با عقیده من موافق بود. خواسته بودم فهرستی از همه ساختمان‌ها و مکان‌هایی که به نام ما خوانده می‌شد تهیه کنند تا بتوان از تعداد آنها کاست. در همه روستاها نیز تقاضا زیاد بود، زیرا نام پادشاه را برای گرفتن امتیازات و کمک‌های مالی به کار می‌گرفتند. چگونه ممکن بود خیابانی با نام پهلوی آسفالت نشده باشد؟ همسرم برای تغییر افکار مردم نیاز به زمان داشت، زیرا در این جنگ با تصاویر نیز با سرسختی عده‌ای از مأمورین ساواک روبرو بودیم. این سازمان که در سال 1335 برای مبارزه با اقدامات کمونیست ها طی سالهای جنگ سرد تأسیس شده بود، وظایف خود را به خوبی انجام داد. در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای کمونیست و نیز برخی از کشورهای عرب تندرو مأموریتی برای ایجاد نارضایتی و شورش در ایران داشتند. بنابراین پیشگیری، شناسایی و در صورت امکان بازداشت این آشوبگران امری لازم بود. حتی پادشاه نیز بارها از سوی گروه‌های اسلامی رادیکال که به کمونیست‌ها نزدیک بودند مورد سوء قصد قرار گرفته بود. حزب توده آشکارا تمایل خود را به ایجاد یک جمهوری توده‌ای که مجری دستورهای کرملین باشد ابراز می‌داشت. شگفت آنکه متعصبین مذهبی هم کشور را به سوی این فاجعه سوق می‌دادند. بعضی از مامورین ساواک متاسفانه از قدرت خود سوء استفاده کرده کارهایی انجام می‌دادند که قابل بخشش نبود. آیا آنها متوجه کار خود بودند؟ متاسفانه باید گفت که آنها با انجام این حرکات ناشایست خود شاید هم بدون قصد به مقام سلطنت زیان می‌رساندند. اما باید صادقانه گفت که بسیاری از مأمورین ساواک به امنیت و ثبات مملکت کمک کردند. در سالهای 50 همسر من به تغییرات تدریجی مسئولیت‌های این سازمان پرداخت و بخشی از مسئولیت‌های ساواک به ژاندارمری و شهربانی کشور منتقل شد. بخش سوم. در بهار سال 1356 پروفسور صفویان رئیس دانشگاه تهران از من وقت ملاقات خواست. من در آن زمان در پاریس بودم و او نیز موقتاً در همان شهر به سر می برد. تقاضای او کاملاً عادی به نظر می رسید. ما یکدیگر را خوب می شناختیم و مرتباً درباره مسائل دانشگاه صحبت می کردیم. بنابراین او را ملاقات کردم. اما این بار سخنان او مرا در شک و نگرانی فرو برد. او از من خواست که با 3 تن از اطبای بسیار معروف فرانسوی، یعنی پروفسور برنارد، پروفسور میلیز و پروفسور فلاندرن ملاقات کنم. او به من گفت که رازی را که این آقایان می‌خواهند با شما در میان بگذارند بسیار اهمیت دارد و نمی‌توان آنها را در سفارت ایران پذیرفت. بنابراین می بایست در جایی با آنها ملاقات کرد که شاهدی نباشد. به محض اینکه آقای صفویان مرا ترک کرد، ترس و دلهوره ناگفتنی مرا فرا گرفت. هیچ دلیل خاصی برای این حالت من وجود نداشت. 4 فرزندم مرتباً تحت مراقبت‌های پزشکی بودند و سلامتی کامل برخوردار. پادشاه هم هرچند که گاه احساس خستگی می‌کرد، برای یک مرد 57 ساله بسیار پرتحرک و قوی بود. یکی از افراد خانواده‌ام آپارتمان کوچکی در پاریس داشت و من از طریق دکتر صفویان به پزشکان اطلاع دادم که در آنجا می توانند به ملاقات من بیایند. هنگامی که سفارت را برای رفتن به آن آپارتمان ترک می کردم، سعی کردم خود را در درون اتومبیل پنهان کنم، زیرا امکان داشت خبرنگاران مراقب رفت آمدهای من باشند. از این ملاقات چنان خاطره وحشتناکی برایم مانده است
که گذشت زمان هم نتوانسته است آن را محو کند. پزشکان به من گفتند که همسرم به یک بیماری خونی مبتلا شده، یک بیماری وخیم اما قابل علاج و حتی بهبودی. به یاد نمی آورم چه کسی برای نخستین بار کلمه سرطان را به زبان آورد. شاید هم خود من بودم. آنها نمی خواستند مرا به وحشت بیندازند و به من اطمینان دادند که با امکاناتی که در اختیار دارند می توانند در مراحل مختلف با این بیماری مبارزه کنند، کاری که قبل از اطلاع من آغاز کرده بودند. زیرا نخستین نشانه های این بیماری در پاییز 1352 ظاهر شده بود. آگاهی از این رازی که سالها بر من پوشیده مانده بود بر اندوه و درماندگی من افسود. از 3 سال پیش این اطبا همسر مرا معالجه می کردند و من به خواست خود پادشاه از این واقعه غم‌انگیز بی اطلاع مانده بودم. این ملاقات نیز بدون اجازه و برخلاف نظر پادشاه انجام شده بود، زیرا آنها معتقد بودند که از این پس می توانم نقش مثبتی در کنار بیمار ایفا کنم. در بازگشت به تهران عمیقاً به پادشاه و خانواده‌ای که 18 سال پیش تشکیل داده بودیم می‌اندیشیدم. با اینکه پزشکان مرا ناامید نکرده بودند، اما غمی در وجودم خانه کرده بود. ماجرای بیماری همسرم را فقط سالها بعد در گزارشی که دکتر فلاندرن تهیه کرده بود کشف کردم. این پزشک که پادشاه را تا آخرین دقایق همراهی کرد، طی 3 نامه طولانی به استاد خود پروفسور برنارد خاطرات خود را در این زمینه نوشته است.